دوستان سلام، بحث سگگردانی این روزا خیلی داغ شده و جالبه بهت بگم که بهترین حامی سگ اسلامه. این کلیپ رو حتما ببین، چند تا مصداق میخوام بهت بگم. یک، اسلام میگه که نگاه کن، از سگ میخوای استفاده کنی حتما براش یه خونه جدا درست کن، براش خونه درست کن خارج خونه خودت. دو، توی دین اسلام داریم اگه میخوای نماز بخونی و اونقدر آب کم داری که میخوای باهاش وضو بگیری ولی سگت تشنه است، حتما اون آب رو بده اون سگ تشنه بخوره. یعنی خدا میگه ببین بنده من، تو میخوای الان بیای با من نماز بخونی، لازم نیست اصلا وضو بگیری، تو اون آبو بده به اون سگ، اون سگ آب بخوره، تشنگیش برطرف بشه، تو تیمم کن و نماز بخون. سه، اگر سگ شکاری یا سگ نگهبان یا هر سگ دیگه ای داشتی و کسی به اون صدمه زد یا اون رو کشت، باید دیه بده. اینا رو شنیده بودی؟ یعنی که دیه داره سگ. چهار، حق نداری که سگی رو بزنی و مورد آزار و اذیت قرار بدی و شرعا حرامه که عمدن تشنگی بهش بدی یا گرسنگی بدی. و خیلی سفارش شده اگر یه سگی پا شکسته، مصدومیتی داره، فوراً اقدام کن برای درمانش، نذار درد بکشه. و جالبه بدونی که توی جریان فتح مکه وقتی پیامبر با هزاران نفر داشت وارد مکه میشد، سر راه دید یک سگی داره به بچه‌ها شیر میده و به خاطر اینکه اون سگ بلند نشه به سربازانش گفت راه رو یکم کج کنیم که این سگ بلند نشه. یعنی برای اینکه مزاحمت ایجاد نکنه چندین نفر اذیت میشن که خواسته باشن دور بزنن. این توجه خاصی که اسلام به سگ و حیوانات داره. اما سوال اینجاست، پچه را نجسه؟ ببین عزیز من، خیلی از مذهبی ها و حتی غیر مذهبی ها نمیدونن که اصلا نجاست هیچ ربطی به کثیف بودن و آلودگی نداره. اصلا نجاست مقوله جداست، آلودگی و کثیف بودن جداست. اگر قرار نجاست به معنی کثیف بودن و آلودگی باشه، این خون انسان که نجسه چه آلودگی داره؟ اگر آلوده هست بر فرض، پس چرا خون ماهی که نجس نیستش یعنی آلوده نیست؟ ببینی اصلا پس ربطی نداره. نجس بودن بعضی از چیزها در دین اسلام هر کدوم فلسفه‌ای داره و اما فلسفه نجس بودن سگ یکیش اینه. از اونجایی که سگ خیلی وفاداره، خیلی نجیبه و انسان باش انس میگیره، رفیق میشه، اونقدر دیگه شاید جای بچه خودش باشه که الان داریم میبینیم، اسلام میگه ببین تو از سگ باید استفاده بکنیم و من خدا هم سگ رو طوری آفریدم که بتونه به تو خدمتگذاری بکنه، از نگهبانی و چوپونش و شکارش اینا گرفته تا این استفاده امروزی که مثلا این نیروهای امنیتی از سگ در واقع استفاده میکنن که از مشام قوی که داره قاتل از مقتول میشه شاید تشخیص بده و از کیلومترها یک جنازه رو حتی پیدا بکنه. خب میگه از این استفاده بکن، اما این حدود رو رعایت کن. این نجاست یکی از فلسفه‌هاش اینه که توی زندگی خصوصی خودت واردش نکن اینو، که میتونه به خانواده خودت و زاد و ولد خودت آسیب بزنه. کجا آسیب زده؟ غرب رو ببین، چرا یک انیمیشن میاد میسازه به نام بچه رئیس؟ شاید برات خنده‌دار باشه، اما این یک واقعیته که یک فیلمنامه‌ای هست، یک انیمیشنی هست، یک معضل بزرگی رو داره اشاره میکنه که بابا وقتی که سگ نه توی زندگیت، این آمار زاد و ولد رو کم میکنه. نباید این توی زندگیت باشه و باید خانواده رشد کنه و بره بالا. خب این مسئله که 1400 سال پیش اسلام میگفت. حتی اگه الان نگاه بکنی توی کشورهای جهان اول، ببینی یه موقعی گوشه کنار یک سری انجمن‌ها هست برای حمایت از حقوق حیوانات که میگن بابا خیلی از حیوانات که شما دارید نگهداری میکنید، اینا اصلا جاش تو خود طبیعته. این که از تو طبیعت بکشونی بیاری روی تخت دو نفره خودت، این خارج از طبیعت حیواناته. حمایت ما از این حیوان اینه که برگرده به خود طبیعت تو زندگی خودش. اینم که 1400 سال پیش اسلام ما گفت که یه خونه جدا براش درست کن تو زندگی خودت نباشه. و فارغ از همه اینها، خیلی از عزیزان هستن توی زندگی آپارتمانی که شکایت میکنن از وجود سگی توی آپارتمان، یعنی اینکه در واقع خیلی توی اجتماع ناراحتن و حتی هزینه های بسیار زیادی که داره برای اصلاح سگ های تزیینی، برای تغذیهش، برای نگهداریش، برای بیماریش، برای دندوناش، هزینه ای که از یک فرزند یک بچه بیشتره. اینا کافیه فقط سرچ کنی ببینی. و اینکه چرا من این هزینه رو بدم و یک حیوانی رو هم از طبیعت جدا کنم، اذیت کنم، بیارم تو خونه خودم، و هم این هزینه رو ندم به یک بچه یتیمی که الان حتی داروشو نمیتونه فراهم بکنه یا غذاشو فراهم بکنه، من همین هزینه رو بدم میتونم 10 تا بچه فقیر رو حمایت بکنم. و نکته آخری که میخوام بگم، توی مشاوره روانشناسی بخشی از مشاوره ها درمان افسردگی از دست دادن حیوانه. یعنی اونقدر الف و انس و وابستگی و دلبستگی انسان با سگ میتونه پیدا بکنه که اگر سگش رو از دست بده دیوانه میشه و بعد افسرده میشه. جنان پینگوین اینا یادتونه دیگه. این یک واقعیتیه که اسلام داره میگه که هم از حیوانات استفاده کن، هم حقوقشون رو رعایت کن و هم حقوق اجتماعی انسانهای دیگر رو خدشه‌دار نکن. به این میگن یک پلتفرم کامل سبک زندگی جامعه
که اسلام ارائه میکنه. این ویدیو رو حتما ذخیره کن که بعدا به دردت میخوره که جایی انتشار بدی و برای دوستات بفرستی، و همین الان هم این کلیپ رو نشر بده، استوری کن که دیگران هم ببینن. یا علی مدد، خدا نگهدار.